وقتی که اونا مرا مجروح ساختن احساس کردم که اصلا هیچ دیگه در این دنیا زندگی نخواهم کرد. احساس کردم که هر لحظه اونا امکان داره جان منو بگیرن. اولین باری که اومدم در جاده روان بودم به طرف تلویزیون و از پشت سر حمله کردن دو سکیلی که آمد، دو نفر که پشت سکیل بودن و از جلو هم یه ماشین بود با یه خانم و یه مرد. وقتی که آمدم فکر کردم که اونا با اشخاص دیگه کار دارن، اما وقتی که برای من گفتن استاد شو، قلبم استاد. خب بعد از اینکه اونو مرا نگذاشتن، مرا مجروح ساختن و اخطار دادن که اگر بیرون نشوی از تلویزیون استعفا ندی، فردا روز تو رو با چاقو میزنیم، پس فردا تو رو با مرمی میزنیم که از زندگی خلاص بشی. و به خاطر چی این کارو میکنه؟ به خاطر که مرگ تو با تدریج باشه. تدریج که میفهمی یعنی بسیار رنج ببری که برف ما نکرده یا اینجا. من چیزی کمی یاد سال در تلویزیون حیرت کار کردم و واقعا هم از وظیفه خبرنگاری بسیار راضی هستم و بسیار علاقه دارم همچنان. و علاقه من، یگانه علاقه من هست این که برای مردم خود خدمت کنم. بسیار خوشبخت هستم از این که بتونم یک کمک خوردی برای فامیل، برای مردم افغانستان خود انجام بدم. روز مجاهدین بود و من سوالاتی در مورد مجاهدین و در مورد خانوما از اونا میکنم. و نمیخوایند که خانوما رشد کنن و نمیخوایند که افغانستان آزاد بشه از دست همچون اشخاصی. همیشه میخوایند که افغانستان برشکست باشه. و وقتی که روزنامه‌نگارا آمدن از من سوال کردن، من گفتم هیچ وقت وظیفه خودم ترک نمیکنم. اگر هر چندم که من اینو اخطار بدن، اینا هیچ کار کردن نمیکنن، من وظیفه خودم ترک نمیکنم. اما متاسفانه فردا روزی در خانه آمدن و با چاقو زدن. من در خانه بودم که خانم با چادری آمد و در زد داخل حیات بودم و گفته یک گلاس آب میخوام. وقتی که میخواستم برم برای از اون آب بیارم، از پشت سر برای من حمله کرد. خب اینا روز بقیه شما. وقتی که اینا این کار برای من انجام دادم، اصلا متوجه نشدم که اینا از من چی میخوایند. من یک گزارشگر معمولی، یک ژورنالیست معمولی، من کدام کاری برای از این مردم نکردم که برخلاف از اونا بوده باشه. چرا اینا میخواین که زندگی من از بین ببرن؟ اصلا هیچ متوجه نشدم که یعنی هرچی که من درس خوندم حالا هدر رفت. اگر حال خواسته باشم من به افغانستان برگردم، فکر نکنم که هیچ چانس داشته باشم که من به افغانستان، به خصوص به هرات، وظیفه پیدا کنم و برم چه کار بکنم. دلم میخواد برگردم، اما راهی برگشتن وجود نداره. نمیفهمم که از کدام راه برگردم به افغانستان.